در این بخش برنامه آقای روکای سرخوش، عامر المپیک در زون شمال افغانستان با ما در برنامه هستند و از مزار شریف و از رای دور تشریف آوردن به برنامه. وقت شما بخیر آقای سرخوش، خوش آمدید به برنامه. صبح شما بخیر. زنده باشین. صبح شما هم بخیر. صبح همکارای عزیزتان و همچنان از طریق برنامه بامداد خوش به تمام هموطنان ما صبح خوب و خوش آغاز کنم. آقای روکای سرخوش یکی از پیشکسوتان ورزش در کشور می باشه و همچنان در بویژه در ولایت بلخ که خدمات زیاد را انجام داده برای ورزش و ورزشکاران و بر جامعه ورزشی و همچنان به فوتبال بلخ و در مجموع به فوتبال افغانستان. آقای روکای سرخوش سفر خود میگن که سفرشان شخصی است به کابل و یکی که سفر ورزشی است و به خاطر اهداف ورزشی سفر کردین به کابل. اساس هدف سفر ما همی است که ما چون یک سال قبل به تاریخ 6 عمل کمیته المپیک در ولایت بلخ ایجاد شده بود در سال 96 که یک گام نخست در ورزش افغانستان بود که از طرف جنرال صاحب ظاهر اخبر رئیس کمیته المپیک افغانستان که فعلا پدر ورزش کشور لقب برش داده شده ای توسط موافقه خود جناب استاد استاد جنرال تامدنور والی بلخ و امروز بازی ایجاد شد و ما فعالیت آغاز کردیم. چون یک سال هم کار کرده خود آمده بودیم با المپیک صحبت بکنیم با کسایی که با برای ورزش افغانستان خدمت میکنه و کارهایی کرده با ما صحبت هایی داشته باشیم. همچنان از وضعیت انتخابات در المپیک افغانستان باید تبادل نظر بکنیم، ببینیم با کسایی که چی است مشورهشون برای ساختن ورزش افغانستان. خوشبختانه ما با کسایی صحبت کردیم و همچنان کاری که ما در یک سال کردیم، کاری بنیادی یعنی ورزش یوگا را با کشور این از شفاعت شمال افغانستان آغاز کردیم که و از بلخ برنامه ریزی شد. خوشبختانه امروز با برنامه ریزی هستیم که بتونیم جمع نظم به نام جمع نظم یوگا در بلخ که از جلسه پی دی سی ولایت بلخ یعنی تحت نظر ریاست اقتصاد ولایت بلخ و کارا اجتماعی مرحله شد و انشاءالله امروز آمده وزارت اقتصاد، فردا بخیر با معین صاحب وزارت اقتصاد میبینیم که چطور بتونیم که این پروژه یا این جمع نظمی که برای ساختار ورزش در شمال افغانستان بسیار مفید و اساسی تمام میشه این را بسازیم و یک نمونه شود در سطح کشور که تا تمام کشور ما ولایت‌هایش خصوصا زونایش از این جمع نظم داشته باشه. چون یک نقشه بسیار به خصوص خود داره که ما میتونیم از مسابقات حتی از بازی‌های سالونی هم مستفید شیم و بتونیم ورزشکارا ما در خارج از کشور با بسیار روی بالا چون تامینات خوب داشته باشه گردی انجام بده. بسیار خوب. سفر شما ربط به انتخابات داره یا خیر؟ ربط به انتخابات کمیته ملی المپیک؟ خب نظریات خود هر کس شریک می‌سازه، چون امروز سرنوشت افغانستان یعنی سرنوشت ورزشش پیگیری است. شما میبینید که در 18 سال گذشته 17 سال گذشته یعنی برای روی سیاست و برای روی آرامش افغانستان همیشه بحثای صورت گرفته و خوشبختانه که بعد از سفر ترکمنستان و دیدن شیخ سبا رئیس عمومی المپیک آسیا با رئیس صاحب جمهور یعنی یک سفر بهترین سفر است که باید ما از این فرصت ها استفاده بکنیم و این برنامه که دیده شد راجع به ورزش افغانستان صحبت شد در صورتی که ورزش افغانستان مداخلات دولتی باشه و در صورتی که در افغانستان در ورزش هر کس مداخله کنه سازمان های نهادهای مستقل در نمونه کار کردن شاید که ورزش افغانستان به تعلیق بره و یگانه دستاورد در افغانستان با کمال افتخار میگیم که فرزندان ورزشکار است که روز به روز امکانات دولتی برایشون کمتر میشه ولی افتخارات بیشتر میشه. ما باورشون افتخار میکنیم که در هر سایه خدمتگذاری دولت افغانستان اون نمره رو نبرده که شکر ورزشکارای ما با دست خالی ما آمد شامده دارن بردن و در این حالت مناظره ما است که دولت توجه بکنه یعنی از بسیار تخصصی باید در این پیش بره که ورزش افغانستان باعث افتخار افغانستان است. اگه این صدمه وارد شود، اگه این به اساس دیگه باردهای سیاسی بتونن که به چنگ خود بگیرن و از رای یعنی کارهای سیاسی دیگه دارن شود، فکر میکنم که افتخارات افغانستان هم زیر سوال میره. و یک نقطه که ما برای تمام هموطنان ما ذکر بکنیم، سرود ملی افغانستان یکی از ویژه‌هایی است که افغانستان معرفی میکنه. شما برین در یک سال گذشته میار تعیین بکنین که کدام ارگان، کدام سیستم، کدام نظامی سرود ملی را بیشتر در جهان معرفی کرده. شما برین هر روز سفر داره تیمای فوتبال ما، ورزشکارای ما یاست که به تمام دنیای سرود ملی را میخوانند، در جامعه ها میخوانند. یعنی به این فرد حوال افغانستان هست و دولت افغانستان هم ایره کلکششون نگیرن
فعلا با کلک شرچومی حرکت داره، یعنی بر افغانستان هیچ فکر میکنه دولت با هیچ ربطی نداره. چرا؟ اگر ربطی می داشت، اگر تخصصی برای کار میکردن، امروز مکانهای ورزشی در سایر ولایت ها بیشتر می بود. در حالی که هیچ مکان ورزشی در هیچ ولایت افغانستان به صورت معیاری نیست. حتی باسکلونی رو که ما به ترکمنستان رفتیم دیدیم، یک میدانی بود که در روی تخته با مسابقات میکنن، باز بازیکنان برای یک هفته رفتن به پاکستان تمرین کردن، باز رفتن مسابقات ترکمنستان. این بسیار شرم‌آور است. این هر بازی که در افغانستان ایجاد میشه، مجبور مکلف است که دولت همکاری بکنه و برازو جای مکان استانداردش رو بسازه. باید حتی که فدراسیون‌های ملی ما ندارن. با جز از یک افتخار میکنیم، خب کشیدگی به هر صورتی که هست، یعنی کسی مرا کمپاین فکر نکنه، فدراسیون فوتبال افغانستان واقعیت یک دستاورد بسیار بزرگ داره. امروز بسیار جای مکان افغانستان بیشتر برای خود گرفته. ما افتخار میکنیم که میراث خود گرفته، چون حق خود گرفته. در هر ولایت جای داره، بین قوالایی استادیوم برش داده شده. شما اینمی یکی از آثارش همی بوده که ما برای ورزشکارا میگم، ورزشکارا میگن وقت میگن که ما آدمای بزرگ نمیده ورده شما، چون فعلا در افغانستان حق خود آدم با اما درآمد کاری و یک کمی هم درآمد دولتی به دولت داشته باشی. فکر میکنم فدراسیون فوتبال افغانستان از زمانی که سالانه صاحب که نامزدی کریم اومد، چون شناختی با مارشال داشت، خودش با دولت کار کرد، با دولت با کسای رؤسای دولت داشت، این نمی زمینه مساعد شد که قرار مکان گرفت برای ورزشکارا. چرا دیگه فدراسیون هم کار نتونست؟ ما میخوایم در اصل فدراسیون های ما آدمای بزرگ بیه. فکر کنم رئیس المپیک ترکمنستان رئیس جمهوریش است، یعنی ورزش بسیار به قدر میدن. ما میخوایم که در اصل ما آدمای کلان معتبر سطح بلند سیاسی و فرهنگی ما بیاید در سطح ورزش استفاده داشته باشه، استفاده داشته باشه، دولت بتونه که زمینا رو همچو بسازه. بر فردا هم سفر دارین؟ سفر ورزشی است یا شخصی؟ ده فردا فردا نه فردا نه فردا, 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 فردا سفر نه یک سفر هست که فدراسیون ملی باسکتبال در جلال آباد میداشته باشیم و یک چند روز بعد است و ما نه منتظر هستیم که امو کار ما با موین صاحب بود و وزارت اقتصاد امروز از قندار تشریف میارن و کاری که در جمعی نظام داشتیم را آغاز میکنم. امیدوار هستم که موفق شدین و تشکر و سپاس فراوان از حضور شما در برنامه و صحبت های شما. وقفه داریم، پس از وقفه مریم را فراموش نکنین. امروز ایمل کمک صحتش خراب بود، ناساز بود، به اصطلاح آمیانه برنامه را ترک گفتن. با مریم فراموش نکنین بقیه برنامه را.